سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید. الان میام این گوشی بزنم به شارژ تا قبل از که بیای بالا میزنیم. الان زدم. سلام، خوبید؟ چه خبره؟ سلام 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 سامی، خوبی؟ خوش اومدی سامی. همه چی تو اوکی کن عشقم، نت تو، فیلتر شکن تو، جا تو بگو بیارمت. سلام، خوشگل شدی، مرسی عشقم، لطف داری. سلام کن، خوشگل. سلام، روز به روز خوشگلتر میشی، ممنونم عشقم، لطف داری، چشات قشنگ میبینه. ابی رو نیار جون مادرت، نگو، نگید بچه، خواهش میکنم نگید کسی رو نیار. کسکش تو لایوه، الان میاد بلاکتون میکنه. ولکن بابا، اون ادا در میاره که من مریضم، خودش از همه مریض سره. لیست بلاکش هست، همه بلاک تر. دایرکت منو ببین، چک کنید، همه رو ابی بلاک کرده. بعد میگه تو مریضی، حداقل من مریضم میگم، من این آدما رو بلاک میکنم، حداقل من خیلی شرف دارم، نمیرم یواشکی که بلاک کنم. تو لایو میگم آقا من اینو بلاک کردم. خب بریم عشقمون رو سامی رو بیاریم. سلام سیسی، خوبی؟ خوش اومدی عشقم، بذاریم با هم برای یوتیوب عشقم. درآمدت خوبه؟ بد نیست، خدا رو شکر. سلام، بذار فیلترم رو بذارم. بذارش فیلترم که نیست، همین هم. سلام سلام، خوبی؟ خوش اومدی. چطوری؟ خوبی؟ نتو چقدر ضعیفه؟ نه تم الان ضعیفه، خوبه که من دارمت. اوکی، حالا درست میشه. خوبی، خوش اومدی. بس من بچه ها رو بیارم. بیار عزیزم، تو با بچه ها صحبت کن. بچه ها حالتون چطوره؟ خوبی؟ من سامی هستم، خواهر آریان هستم، با افتخار یه سوراخ. خواهر جان من خوشگل کردی آریان، اینقدر خوشگل کردی که یه دودولم برا ما نشتی. نسبت به سالهای پیش که میشناسی بهتر شدم؟ ماه شدی، ماه. میشم لطف داری، سلام میشم، خوبی، خوش اومدی. آره خانم، با نت دیگه نداری؟ با وای فای یا با وای فای نداری؟ بیا یا با گوشیت، با نت گوشیت خیلی ضعیفی، من ندارم. با من یاری؟ آره میگم الان اوکی شد. فکر کنم گوشیت خیلی قدیمیه، نه؟ چون تصویرت خیلی تاره یا کثیفه. من آیفون 13 دارم. خب با سامسونگ نداری؟ با سامسونگ بیای. بایست اینو خاموش کنم ببینم بالا. چی رو خاموش کردی؟ نتش خرابه، نتش استثنائی. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. میگم خب گوشی سامسونگ نداری؟ با سامسونگ بی، آیفون همیشه ضعیفه. آره من هم کن برم جامو عوض کنم. خب جا تو عوض کن. خب برو الان همین الان عوض کن، تصویر تو ببند، جا تو عوض کن. تصویر تو ببند، جا تو عوض کن. ولی نتش خرابه، تو میگی تاثیر تماس کن تجیات. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام، چطورین؟ خوبم مرسی، شما خوبین؟ سلام دایی. سلام دایی جان، خوبی؟ خوش اومدید عزیزی، پای سری زنده قربونه. آقا منم
آقا یه دونه از فقط خودتی آقا به ایران دارم دایی درست آقا خودتی خب سلام بارون خوبی خوش اومدی خب بچه دیگه من این پیج لایو هم دیگه هرکی نداره فالو کنه ای بی جان ستون رو میشناسی آقا به ایرانو تصویرشو ندارم کسی دیگه آره داییه سلام ماریان چطوری؟ خوبی هستم خوش اومدی تصویران اینجوریه اوکی بچه ها ببینید چهار تا پیج بالا هست یه لحظه من تصویرم اوکی کنم بچه ها نگاه کنید چهار تا پیج بالا هست همه چی اوکیه که لایو شروع کنید من فقط تصویر خودشو دارم یه کسی ندارم بچه خوش اومدید سلام سلام این عقاب کاشی داشتی تصویرشو این عقاب دایی و میخوای یه لحظه برو پایین دوباره بیا بالا نه بدش که این موقع باز اینترنت خراب بشه به هر حال خیلی خوش اومدین دوستان خوش اومدین خب داره میچرخه برای چهار نفر بالا خب خیلی خوش بارون است چطور یه شمپوی مرسی عزیزم یه ساعت از اسنپ بود غذا سفارش دادم هنوز نرسیده اون برسه فقط باید من بگیرم یه دو دقیقه مشکل نیست عشقم تو هر وقت غذا اومد گوشی تو بذار برو بیا دورت بگردم چه خبر آریان جان تو خوبی؟ مرسی تو خوبی چه خبرها دیشب یه ذره فکر کنم ناراحت شده بودی چی بگم والا ما که همیشه ناراحت میشیم برای خودمون نمیاریم خب الان چون نمیخوام اینو حلش کنم چون تو تو لایو من ناراحت شدی وظیفه منه که اینو حلش کنم مشکل چی بود با ابی؟ ابی همش میگه دکمه تایید آریان انقدر ابی گفته من هر موقع کامنت ها رو نگاه میکنم میبینم بچه ها هم دارن همینو میگن بعد نمیدونم حتی دیگه جدیدن لطف میکنه میگه نمیدونم خایه مال و دیگه هر چی دلش میخواد میگه نه گفتم خواهی خیلی آقا یعنی همون نه خواهی مال یعنی همون میشه که یعنی خواهی مال همون میشه که آره یه گزینه شه علنی داره این کار رو میکنه اون مثال مال دیشب بود داره برحال لایو دیگه یه وقتای پیش میاد دیگه بالا پایینی ها داره ولی یه وقتای آدم ها خوبه جوگیر نشد باید همین دارم میگم حالا چیزی بارون عزیز تو لطف کن از ابی ناراحت نشد داره شوخی میکنه ولی تو لایوش دیگه نرو اوکی؟ موافقم تو چت هم گفتم خودت آره تو لایوش دیگه نرو ابی وقتی که تو رو دیگه تو لایوش نری بعد که کم بوده تو حس کنه آدم میشه نه بابا بدون من که هیچ ای کسافت هر بده ای شیطان نیست ولی عشقم میخواستم ازت تشکر کنم بابت یک ماهی هم که من مسافرت بودم به جای من میرفتی تو لایو ابی که ابی تنها نباشه دست درد نکنه ولی من برگشتم دیگه نمیخواد بری عشقم اوکی دارت بگردم عزیزم هرچی که میدونی دیگه ما تو دایرکت صحبت های کردیم اوکی تصویر من دوباره دورنج خوشیدی چه لباس خوشیدی آره خب دوستان هم بهش میاد ممنون لطف دارید خب دوستان عزیز کی تو لایو یکی از ترنسو سیتا هاشم کی تو لایو کامنت بذاره و یه چیز دیگه ای بی جان آره و ای بی جان شما یک تا پنج لایوی من تو ما با هم دو تا یعنی تو یک تا پنج تن تا چهار تا لایو میذاری یک تا دو میشه یک دو تا سه میشه دو تا سه تا چهار میشه سه تا چهار تا چه میشه پنج تا من لایو میزنم پنج ساعت با تو پنج تا لایو از یک تا پنج آره چون پنج سال لایو میذاری گفتم که ازتون اجازه بگیرم چون من مثلا میخوام یه لایو دیگه هم بذارم اگه خودتون میان که رو چشم اگه نمیان که گفتم در جریان باشید ولی سوی تفاهمی پیش نیاد که شما لایو داری منم لایو دارم اینا گفتم بهتون بگم نظرتون چیه چی
چه لباس خوشگلی، چه روش قشنگی، من چه ست کرده باحال. ممنونم. اشکال نظر شما نداره، چیه؟ چون یه وقتهای پیش میاد اینجوری میشی، مشکل نداره، مورد نداره، اوکی، نه چون من مورد نداره. چون من آن تایمم و اسکیجوالم مشخصه و برگشتم تو کارم تو مجازیه، وقتی که دارم میگم این ثابته، بعضی موقع ها نیستش. گفتم الان بهشون بگم ببینم باشه ثابت، یعنی من میخوام از این بعد شبی 3 تا لایف بذارم، یعنی یکی با شما میای، یکی من میام، یکی دیگه خودم. حالا شما تو لایو خودم هستم، شما اگه میگن که قدمتون رو چشم، ولی اگه همزمان با شما نداره. بود میگن سوی تفاهمی پیش نیاد. نه، خواهش می‌کنم، فرق نداره، فرق. اوکی. دوستان عزیز، سوی تفاهم پیش نیاد که مثلا من الان قبلش بهتون اعلام کردم، چون من به لایو های بیشتری نیاز دارم و باید 3 تا در روز لایو بذارم. ای کارهای جدید انجام میدی. خب دیگه لایو من تو نداره دیگه، لایو ما بقیش، من لایوم تا 5 صبح. تو 5 صبح؟ خب چون میدونم. من لایوامو لازم دارم و میخوام سیف کنم، برام مشکله میدونم تو لایو شما میتونی بیای، اب نداره، رو قدمت تو کسی، من نمیتونم بیام. میدونم لایواتو نیازم، چون میدونی که من بارون است لایو رو لازم دارم برای بچه ها و سیف کنم، بعد من نمیتونم برم تو لایو ای بی. من چجوری فیل مثلا ای بی لایواشو سیف نمی کنه که. آره میدونم، به خاطر این میگم. میخوای سیف تا آقای من بفرستم؟ بسش خواهم. اگر میتونید لایو رو سیفش کنین، من مشکلی ندارم. اگه میتونید پستشون کنین، من دانلود کنم، من میام تا صبح میام تو لایو، مشکلی ندارم. اگه میتونید پستشون کنین، من میام تا صبح، مشکلی ندارم. سلام دایی، خوبی؟ چی شد رفتی پایین؟ رفتم نتو درست کردم دایی، 2 نفر واسه من بالا بودم، من نبود، 3 نفر دیدم، 2 تا دیدم، از بعد رفتم پایین دوباره اومدم دایی. خوبه، چی درسته؟ ایبی داری دایی رو الان؟ نه باز ندارم متاسفم دایی. تو چطوری؟ عقاب ایران چطوری نداری تو؟ دایی جان تو منو داری؟ آره دایی. ای والله من ندارم، ولی خوش به حال. اوه حالا نداره، حالا کنار تو همه جا هست. ای والله، ای والله. چی بارون تو میوت کنم؟ اینم مال تو یا مال کسی دیگه است؟ بذار من میوت میکنم. دیزیز مال خودش. دیدم میوت درست کنم، اینم مال شماست. خب صحبت کنید بچه دایی شما. سلام. درست الان درست شد؟ بارون اسم میوت کن، نوبتت شد باز کن. خب دایی چه خبر، چی کار میکردی؟ دایی او رفتم یه شکاری داشتم، شکار انجام دادم اومدم. شکار چیش خان؟ رفتم یه کفتار شکار کردم دایی. کفتار، خوبه، به سلامتی. خب به چی زیبی جان، شما یکم با دایی صحبت کن تا من آماده بشم. دایی جان حالش چطوره؟ چرا بهت میگن آقا؟ دایی چون من همیشه از اول بچگی شکار میکردم، شکارچی بودم. بهترین شکاری که کردی چی بوده؟ من کفتار شکار کردم دایی، 2 تا کفتار با هم بودم، من رفتم بالا سرشون مثل یه عقاب شکار کردم هر 2 تا رو. با چی شکارشون کردی؟ با شاهین کنارم. شاهین بیا اینجا. با این شاهین دایی، شاهین هم کنارم سارمه. بچه کجایی؟ من دایی بچه ساختمون. بچه ساختمون؟ آره دایی. بچه ساختمون چیه دیگه؟ مشهد. بچه کدوم شهر؟ بچه مشهد؟ ساختمون دایی. بچه مشهد، ساختمون هم یکی از منطقه های خیلی لاکچری مشهد. من بچه یکی از وحشی ترین شهرهای دنیا. ایوان خوشبختم برای شهر، خیلی خوشبخت کردی اصلا.
نظرم گرفت رو دایی، ها جدی؟ یه چیز خیلی مرتب شدی، قرمز رو زیاد میاد. مرسی قربونه، یعنی الان میکنی منو؟ شاهینم پسندت کرده دایی. خب چه عجب، چه خوب، دوتا ترتو کاش. سلام شاهین جان، خوبی؟ شاهین جان خودت رو نشون بده. آریان جان، سلام، خودت رو میشه معرفی کنی؟ چشم گرفته دشم. من شاهین هستم آریان جان، دست پرورده عقاب. حالا چرا شما اینجوری گوشیتون اینجوری درست بذارید؟ چرا سرتون آوردید پایین؟ گوشی رو درست بذارید. ما کلامون چون بزرگه توی قابجار نمیشیم. خب شاهین جون یه بیوگرافی به هم بده که بیشتر آشنا بشیم. بیوگرافی بده به آریان. الان اومد بالا آریان به خاطر تو. الان شاهین یه بیوگرافی بده. من شاهین هستم. خب راست من دست راست عقاب ایران. دست راست عقاب ایران، ستون ایران. آره دایی. خب بعد بعد چی ارزم به حضورت آریا جان؟ هم وزن تو بگو، قد تو، سن تو، سایز تو. وزنم 80. ماشاءالله. خب سن 79، متولد 79. 79 چند میشه؟ میشه 21. چی بچه ای تو؟ من جوونم تازه، خب جون گرفتم آریا. چرا بارونه جوونای 70 سال 80 اینا چرا اینجوری شدن؟ نه اصلا نمیخوره بهش 79 باشه. آره منم همین فکر. بشه بشه دادا شاهی اونو میخوره مثلا 68 70 حداقل. عزیز 70. خب مردا که براش شاهین جو، برای مرد بارونس، برای مردا که مهم نیست، هر چی پوست بتره بیشتر خوشش میاد. من اول فکر کردم این فیلتره، واقعا میگن که تنتو خودش. نه اینا تنتو، اینا گنگای مرسدن. بعد شاهین جون وزنت 80 کیلویی، قدت چنده؟ قدم 1.86. آریان جان 1.86. سایز چی آریان جان؟ مردا چند تا سایز دارن دیگه؟ میشه نشانی بد نشون بدم آریان جان؟ نه خب بگو چنده؟ 6 7 8 9 10 300. ما کله ما در گرفتیم بابا، کله ما در گرفتیم اینجوری کرده میشه شاهین؟ اوف شاهین بشین، شاهین کله ما درد گرفت اینجوری کرده میشه خارجان؟ میشه رو زمین میشه؟ 300 آریان جان، 300 عزیزم. ما سایز 300 نداریم. خب من دیگه بیش از حد بزرگم. یعنی کیلو 300 کیلو یا 300 سان؟ کیلو فقط کیلوش 300. 300 و بزرگه، یک چیز فرازمینی. فرازمینی. بعد ببخشید اینو میپرسم، شغلتون؟ دست راست منی. دست راست عقاب ایران. خب دست راست عقاب، عقاب از دست پول میاد، چی میاد؟ عقاب از بادیگاردای منی. من یکی از بادیگاردای عقابم آریان جان. هر جا میرم اسپورت بادیگاردی. الان صحبت میکنی صدات فردا میاد. این دوربین کلا قابش کوچیک، گنجای شما رو نداره آقا جان، شما تحمل نه طرف داره به تاس. میگم تو چجوری بادیگاردی الان صحبت می‌کنی؟ فرستاد فردا میاد، چجوری از این ایشون بادیگاردی می‌کنی؟ خب یکم آنتن تو جنگل ضعیف، ما الان وسط آسمونی میگم ضعیف. خب اوکی فردا بشین، سرم درد گرفت، من گردنم به جای تو درد گرفت. بشین بشین، همون گوشیت پایین بذار دایی، من گردنم درد گرفت. ایستاده اینجا قربونت. بعد یعنی برای دایی کار میکنین؟ اسکورتشون میکنم. بله اسکورت. بعد در خب یعنی پول میگیرید یا معرفتی؟ معرفتی آریا جان، روش مگه میشه از پول چیز کثیفی آریا جان؟ بچه مگه من روم میشه از عقاب ایران پول بگیرم؟ خب منظور اینم که خب درسته پول چیز کثیفی، ولی پول نباشه چجوری زندگی میکنی؟ چجوری میخوری؟ لباس، اجاره خونه، عشقم؟ خود عقاب ایران هستش آریان جان.
این سوالی خب همون دیگه پس خب عقاب داره پول تو میده دیگه. نه خب من معرفتی کار میکنم، عقاب هوای منو داره. خب دیگه اینم این جمله چیزشه دیگه، غیر مستقیمشه دیگه. معرفتی چی میده دیگه؟ عقاب یه روز پول نده شما فکر میکنین نیستش، یک چیز پایین تر دوستانه. آره خرج میکنه. خب خوبه. بعد دوست دختر دارید پسر؟ معرفی نمی کنی واسه ما دوست پسر؟ الان بهت میگم دوست پسر دارید دوست دختر؟ تنها آریان جان تنها. چرا وای ندن؟ جدا تنها ندن؟ چرا تنهایی؟ وای کلن یک شاهین یه آقا باید تنها باشه آریان. خب تنگ کن جق میزنی؟ شاهین جق میزنی؟ نه اصلا این کار واسه یک شاهین نیست، واسه شاهین نیست، زشته که دیگه جق دیگه شاهین و جوجه و عقرب و گاو و گوسفند نداره دیگه، یه جق دیگه مال همه است. اون کار بچه هاست آریان جان، کار یک شاهین نیست، یک شاهین ایران. خب توی که درل نداری چجوری آبت میاد؟ اصلا شاهین نداره. خب آه یعنی کونی؟ اه نه آریان جان، یک شاهین ایران مگه میشه؟ خب چی تو میگی ندارم؟ چی کیر نداری؟ اصلا یک چیزی میگم فرازمینی هم من 300 کیلو فقط دارم. خب پس همون 300 کیلو رو چجوری حمل و نقل میکنی؟ چجوری میدی میکنی؟ چیکار میکنی؟ آریان جان این دوستتون رو معرفی نمیکنی؟ بارون نسبی ها تو بایی صحبت کن اینا دیگه بعد میگن چرا امام زمان ظهور نمیکنه. خب شو امام زمان چجوری بیاد شما رو خودش تعجب میکنه. خب برو اسمش چیه آریان جان؟ این رفیقت اسمش چیه؟ بارونه. بعد میگن چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ خب امام زمان برای کی ظهور کنه؟ اینا رو که ببینه میگه تموم بده. بارونس رفت دادی از ما ترسید نمیدونم رفت بارونس رفت زده شما رو دید ترسید بنده خدا. خب از من یه بی با این دوتا سوتون صحبت کن تو من یکی رو بیارم. بابا این اقاب آریان جان ترسیدن اقاب شاهین جانم دایی جانم بگو جونم داشت. آقا شاهین خودت چند کیلویی برادر؟ من 80 داداش. 80 کیلو بعد وزن اون 300 کیلو چجوری همرو نرم میگن فرازمین اختراع خداوند بزرگه. چرا تو این اینستاگرام هم آقا و شاهین شدن و کلاغ ما نداریم؟ این عقاب کلن از زمان قدیم بودنش، بعد گفتن یک دست پرورده ای هم ایجاد کنن که همیشه اسکورتشون کنن، حمل و نقل کنن از یک سنی به بعد، بعد منو ایجاد کردن. تو رو ایجاد کردن، تو رو انتخاب کردن. بله اشتباه ایجاد کردن. نه داداش کلن زدن وسط نقطه، هدفشون تو تیر راست بود. راضی هستی از شاهین بودنه؟ بعد اصلا افتخار میکنم که دست پرورده عقاب ایرانم، یک افتخاری. افتخاری که باز میکنیم شاهین و عقاب و نمیدونم هم ما کلاغ نداریم. لطفا یه سریاتون هم کلاغ بشید. آره نیاز دارن مردم بسیارن. اون شیلنگر رو بسیدن کلاغ شیلنگ هست این اصلا. آره اون کلاغ ایرانه. بعد دایی جون مثلا میگم که شما جدیدن تتو جدیدم زدی یا نه تموم شده بدنه؟ دایی فعلا دارم رو شاهین کار میکنم. شاهین مثلا تو الان بچه 21 سالته. خب بعد مثلا من یک تایمی مثل ابی منم یه تایمی مثل شاهین و دایی مثلا رفته بودم تو تتو، هی فقط میخواستم بزنم، فقط بدنم رو پر کنم، اصلا برام مهم نبود چی میزنم، که حتی مثلا زیر چشم و اینجا رو اسمم رو تتو کردم. بعد مثلا فکرش بکن یک میلیون تتو کردم، الان نزدیک 10 میلیون دارم میدم پاکش کنم، یعنی 10 جلسه بعد بری تا پاک شه. بعد روی فیس تتو خیلی بده، یعنی آدم افسرده میکنه، چون هر روز میبینی آدم افسرده میشه. من خواستم ببینم تو راضی هستی؟
کاش به جای این قبری که ستون ایران باشی یک نت درست داشتی. خب بگو لیدا، خوبی؟ خوش اومدی. درود عشقم، خوبین؟ سلامت باشی. چه خبره؟ چه میکنی؟ لایف بودی؟ آره عزیزم، تو لایف بودم، یه لحظه دیدمت، میخواستم بیارمت بالا، غیب شدی. من تو لایف بودم، نمیدونم، من چون گفتم مزاحمت نشم، تو راحت لایف بذاری، من داشتم آمادگی میکردم. نه با مالی مدت بود که یکم منو تهدید کردن و اینا، الان دیگه اوکیه دیگه، میام تو لایوت هر موقع دوست داشتی بیا تو لایوم، دهن مردمم که باز بیام. و به هر حال درود بر شما. بله آریان عزیز و ابی عزیز و فالوورای عزیز، من در خدمتتون هستم. بله بفرمایید. من خوش اومدید. من به ابی گفتم ابی برای تتوی صورت خیلی بده، چون من یه دونه داشتم، خیلی تجربه بدی بود، خیلی آدم اذیت میشه. حالا بدن و آدم لباس میپوشه زیاد نمیبینه، میتونی، ولی صورت همیشه تو چشمه و خیلی بده. بعد یه مدت آدم پشیمون میشه و واقعا تتو رای برگشت نداره، مثل مرگ. بله بله، صورت نباید، صورت جای حساسه. بعد دیگه به نظر من دیگه صورت هر کسی نزنه بهتره، صورت دیگه بابا چیه. به نظر من آدم هر کاری میکنه بکنه، ولی روز صورتش دیگه دست نزنه، دیگه همون بدنشو هر کاری میکنید بکنی. مثلا من بدنمو انجام دادم، مثلا لباس پوشیدم، زیاد دیده نمیشه، آدم نمیبینه، ولی صورتو هر روز میبینه. حالا اونا خب بس تو به همه جاشون میزنن یا به صورت و اینا، منو بگی، من یه دونه تتو هم هنوز نزدم، میترسم میترسم نتونم تحمل کنم سوزن. الان چیکار کردی؟ هیچ، جام عوض کردم. خوبی بچه ها؟ خوبه. سامی خیلی خوب، مرسی سامی، خیلی خوش اومدی. وقت زیاد نداریم با هم صحبت کنیم، یک بیوگرافی بده به بچه ها. بچه ها من سامی هستم، ترنسم، خواهر آریان هستم. مرسی مرسی سامی. خوبی بچه ها؟ بیوگرافی بده. آره قد و وزن تو، پوز تو. قدم 160، وزنم هم فکر کنم 60 خورده ایه. خورده ایش چقدر مهمه؟ چون چیز نکردم، یادم نیست دقیق، وزن نکردم، لاغر و چا خیلی شدم. ها بعد پوزت چیه؟ میدی میکنی؟ من ترنسم دیگه، میدم. میدونم ترنس ها ماشاءالله الان هم حامله میکنن هم حامله میشن، کدوم میشی؟ نه من فقط میدم، هیچ حسی ندارم به کردن. آه هیچ حسی نداری؟ بعد چیز فقط با آقایی؟ آره فقط با آقا هستی. بعد میدی؟ بعد چی؟ از این ترنس هستی که سایزشون کوچیکن یا نه کلن حس نداری؟ نه کوچیک سایزم، حسم اصلا ندارم. چند مثل سایزه؟ سایزم مال رو اندازه نگرفتم، اینقدر. پس مثل چیزی، مثل لیدای دیگه کوچیکه، 10 سانتی. مال لیدا رو ندیدم والا، ولی خب نه لیدا میگه کوچیکه، لیدا تو 10 سانتی درسته؟ آه دیگه سرجمش کنی، 10 تا اگه بشه نشه چه میدونم. بعد مال ابی 24 فکر کنم. مهمه که مال ابی چقدر باشه، چون خیلی مال چیه من عزیزم؟ چی سایز کفش تو میگه؟ سایز کفش؟ آره کفشم 43. اوه 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 43. آیه وسطی تا میگم ابی خان. آی 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 عزیزم، پای وسط من به درد چی تو میخوره آخه عزیزم؟ برای چی تو؟ ما به مردای مثل تو حس داریم. مثل من؟ آره پشمالو ریشو. من حسی ندارم تو چی؟ نه کاری نداریم، همین که نگاه کن به یادت جق بزنیم کافی. زشته، عیبه، خجالت بکش. خجالت هم چه طرز فکری داری؟ طرز فکری داری؟
پسر حرمت داره نه لذت. زشته این کار نکن بابا جان. ایبه این کار رو کنیم چشامون رو میبندیم یه مردی مثل تو رو تصور میکنیم و این کار رو میکنیم. چیز سامی مگه تو جغ میزنی با تصور یا فیلم نگاه میکنی؟ با تصور بیشتر آدم میکنه، فیلم که دیگه لذت نداره. شما بریم. من فقط با فیلم میتونه جغ میزنم. اون زمانایی که خیلی طفل بودم، یعنی مثلا 10-12 سالم بود، چون فیلم سوپر نبود، با تصور مثلا معلمای تاریخ و جغرافیا و فوتبال و ورزشی اینا جغ میزدیم. الان که دیگه فقط فیلم نگاه میکنم میزنم. نه با فیلم. آره انجون اینجوری که ایشون دارن تعریف میکنن فکر کنم با لایوای ای بی زحمتشو میکشن، چون رو ای بی کرایه نه اصلا تو کلا تو سامی برات فیس مهمه یا هیکل؟ به نظر من هر دو تاش. مثلا با 1.65 آبت میاد؟ قد؟ آره. نه دیگه اینقدرم کوتاه نه، ولی خب قیافش چیز باشه میتونی هضمش کنی، میتونی یه جوری دم دری ردش کن. پس ای بی رو میتونی تحمل کنی، ای بی فیسش خوبه ولی قدش کوتاهه. سایز وسطیش هم بزرگ باشه خوبه. خب پس خوبه، گفتم بهش بگم تصوراتو نه اونم کوتاه، ابی صورتش نه اونم کوتاه، کلا همه چیز کوتاه. آره اونم کوتاه، اون کوتاه، خودم کوتاه، کله کوتاه، همه چیز کوتاه باشه. آره مرد مثل من به درد شما نمیخوره تصور بکنی بابا جان. چلو با چلو تو باید بری تو از خدای من باشه. آره از خدا باشه، یه ترنس به تو حس داشته باشه، بعد به کلاتو بالاتر بده. چرا فکر میکنی؟ چرا فکر میکنی از خدامه؟ چرا فکر میکنی از خدامه؟ شما دو تا آپشن داریم، موقعی کردن میتونی هم بازی هم بکنی. ایشالله که تو این سال جدید آپشن دیگه هم اضافه بشه به خیر ببینم اون کسی که به حس داره. آره آره از خدا باشه. ما ترنس آره خدا حفظت بکنه. برای که دنبالمون میاد. ناز میکنی؟ نه عزیزم بحث ناز نیست. قربونه اون شکل ماهت نرفته. بحث چی؟ آره خوب. درسته. سامی بعد چند سالته؟ من دارم میشم 29. 29. که بعد این روز زیبایی چیه؟ خوب موندی؟ خوب. مدام من پیر شدم. همین زندگی من به احتیاط گذشت. نه مثلا بهت نمیخوره که 29 باشه، یعنی الان هر کی تو ببینه 21 22 هم به خاطر که قدت کوتاهه که خوبه، هم فیست پوستت خوبه. نه چون که قدم کوتاهه یکم هم حالا چیزه نمیدونم اینجوری فکر میکنم، ولی نه من پیر شدم به شما. نه من الان از 6 سال پیش که تو رو میشناسم همینی دیگه، هیچ تغییری نکردی تو فیست که من بگم تو مثلا پیرتر شدی. نه همون موقع هم که بود همین 22 بودی، الان هم 22 ای. مرسی عزیزم، نظر لطف هستی تو. ولی تو که ماه که آره یه لحظه لیدا خفه شو، روتین پوست روتین دادنت یه الان به اجازه میدم. روتین دادنت چطور عشقم؟ روتین دادنم دوست پسرم خب یه مدت دیدی که نمیتونستم لایو یه لحظه سام یه لحظه بلاکی داری واسه دختره نوشته بچه ها الان میام تو گوه میخوری بیای برو گمشه بیرون خسک شعبازی تو گوه میخوری که الان بیای گمشه بیرون کی تو دعوت کرده که بخواید بعد بیای گمشه بیرون خسکش من الان میام کسی نه تو رو دعوت کرده تو این لایو نه کسی به تو کس نیاز داره که بیای تو لایو این لایو بیننده خودشو داره گمشه بیرون بچه تو الان میام fuck you bitch بگردی از تو لایو من میتونی کیر بخوری گوه انه کیرای منم نمیتونی بخوری گمشه بیرون کاسکش الان میام تو گوه میخوری بیای کسی نه تو رو دعوت کرده نه با رفتنت کسی خوشحال میشه نه با اومدنت گمشه بیرون بابا اینجا مال فالوورای 7-8 ساله ماست که از اول ما رو دارن نگاه میکنن نه مال توی انک اومدی کیر بدزدی گمشه بیرون بابا خب بگو روتین دادنت چطوره؟ خب تو قضیه یادتی که نمیتونستم لایو بیام خب یه دوست پسر داشتم میگفت یکی از آرزاتو برآورده میکنم تو لایو نذار حرفای سکسی نذار
آرزو چی می‌خواستم خو یه گوشی بود. بازو چه خری بود؟ بازو چه خری بوده که باز گفته لایو نذارت سکسی نگو. خب بگو بعد. بعد یه گوشی برام گرفت. من یه مدت نیومدم. الان دیگه اومدم دیگه. الان رفت دیگه. چند وقت باش بودی؟ سلام آرزو. دو سالی بودم باش. دو سال اون فقط میکرد. آره دیگه همین دیگه. دو سال میکرد. بعد چی؟ پولکه کباب بود؟ چی بود؟ شیر خر؟ خب چی نفهمیدم خب خواهر. وایسا کیمیا نمیشه سلام لیدا جان. کیمیا بلاکی. برو تو لایو خودت سلام کن. منی که دارم چهار نفر لایو با اداره میکنم سلام لیدا جون. من دست خرم آره؟ منی که چهار نفر دارم به چالش میکشم با بینی زخمیم سلام لیدا جون. بعد ایبی میگه تو چرا گوه میخوری بلاک میکنی؟ تو هم بیا چهار نفر رو به چالش بکش ایبی. بعد یکی بهت میگه سلام آریان جون سلام لیدا جون. تو کیر خر. اشکال نداره اشکال نداره پیش میاد دیگه صبور باش لیدا جون. بعد ببین چهار نفر رو به چالش بکشی. ببین لیدا جون چهار نفر رو به چالش بکشی مردم بخندن. بعد یکی بیاد میگه سلام لیدا جون. صبور باش یکی هم میرسه بهت میگه ای فلا پنیری جان خدا خوبت. آره نه نیاز به این ندارم کسی تاییدم کنه. وظیفمه وظیفمه لایف بذارم وظیفمه خدمت کنم به این ملت. ولی اینه که یه کسی میاد غیر مستقیم یک حرفی رو میزنه که دیگران اذیت کنه من نمیتونم کنار بیام. ای بابا بچه قاطر تو میدونی من دارم چی میگم. بچه قاطر اذیت نکنید لطفا. آره کامنت خوب بذار اشاره لایو رو بتونید ببینید من چی میگم. آره اوکی چیز کباب بود سامی؟ آره کباب بود حسابی. خب بگو نظر تو کباب چیه سامی تریاکی؟ من خوب میشناسم تو لایو من قبلا اومدی من اسم خودت من تو را اسم تو گذاشتم سامی تریاکی. من رو همه اسم میذارم سامی تریاکی. بگو کباب یعنی چی؟ خب از چه لحاظ؟ از سایز یا از کلی؟ چی الان قبل لایو زدی یا میخوای بزنی کدومش بگو؟ قد و هیکلش خوب بود، پشمالو بود، نه اینا بگو الان قبل لایو زدی یا میخوای بزنی کدومش؟ دادن رو میگی؟ تریاک میگم تریاک. تریاک خیلی همون موقع که باد لایو گذاشتم دیگه همون موقع دیگه ترک کردم دیگه. الان سالمی؟ الان سالمی؟ آره سالم سالم. خب الان سالم سالم پاکی پاکی. الان اون کباب که تو میگی کباب بود یعنی چی؟ کباب از نظر تو یعنی چی؟ کباب از نظر من آلت کیرش بزرگ باشه، قیافش هم خوب باشه دیگه. من چی میگی؟ گیگی؟ خشبی سمندونی که تخم مرغ میخوری دوزه تخم مرغ. خب چجوری؟ چجوری؟ منو بودی تو دهه 70 و 60 تو همون نیستی که تخم مرغ میخوری؟ تو زنده ای؟ عزیزم بگو اتله خواهی آقا صدا سیمی من کجاییم بیایی معجزه آوردم براتون تو ماه محرم سمندون پیدا شده بیایم بریم فیلم بسازیم. خب کباب منظوره میگم از نظر تو که میگی کباب بود چی بود اونو بگو. این که کباب بود چی بود؟ خب قیافش رو بگم. او خارجان وای خدای خب تا گاب گوز سالی سبت بابا تو اگه نمیگی پسر کباب بود. آره خب از نظر تو کباب یعنی چی؟ از نظر من کباب این که یعنی قیافش خیلی خوب باشه، ریشو باشه، سبزه باشه، هیکلی باشه، دیگه بکنم باشه دیگه بکن باشه. بعد باشه. کیرش هم کلوف باشه. بعد آه. اون چیکار میکرد؟ مثلا برای تو گوشی خرید پولتو میداد؟ گوشی برام خرید. آره خرجم میکرد. برام لباس میگرفت. دیگه همه کار میکرد برام. یعنی با تو زندگی میکرد؟ خرج زندگی تو میداد؟ تو هم گفت لایو نرو. آره فقط میگفت لایو میری مثلا لخت نشو. کارهای سکسی نکن. فقط برای من این کار بکن. برای تو خب اوکی. بعد دو سال بودی چی شد که به هم زدی؟ سیر شده بودم ازش چجوری بهت بگم زده شده بودم جدید. چرا؟
میخواستم، جدید میخواستم. جدید میخواستم. دو سال بودی دیگه، دو سال تحمل کردی، بقیش هم میرفتی دیگه. دیگه طولانی میشد خیلی دیگه، اونم موقع زن گرفتنش بود، میرفت زن میگرفت. اوکی. بعد این روتین چجوریه؟ مثلا روزی چند بار میخواستی از شوهرت اینا؟ هفته یک بار. آه تو هفته یک بار کن میدی؟ الو؟ الو بگو، صدات قطع شد. میگم هفته یک بار میدی؟ هفته یک بار. هفته یک بار میدی؟ آه اوکی. چرا انقدر کم؟ ببین بعضی موقع ها، ببین آدم مثلا بعضی موقعی بول شهوتش اینقدر زیاده دوست داره هر روز بده، اما یه موقعی هم پیش میاد آدم مثلا هیچ حسی نداره. اینجوری بود والا من. آره لیدا، من تو بدترین شرایطم که مثلا من یکی یادم یکی از عزیزترین کسان فوت کرده بود که اینقدر ناراحت بودم کون میدادم. خیلی خوبه آدم سالم مثل آریانه. نمیدونم واقعا چجوری، من تو هر من بینی عمل کرده بودم شب دومش کون دادم. فکرشو بکن عزیزم، تو سالمی، ما مریضیم. کسی که شهوت نداشته باشه مریضه به نظرم. آره من خیلی مثلا دوست دارم کون بدم، بعد خیلی هم واردم، یعنی میدونی خیلی حشری هم، بعد خیلی خوب کیرا رو برمیدارم، جیغ میزنم، خوب سایک میزنم، بعد خیلی دوست دارم مثلا طولانی برمیدارم، یک ساعت دو ساعت اصلا هیچیم نمیشه. آره آدم دوست داره تو تایم مثلا شب باشه، از ساعت 12 توش باشه تا دم صبح. حالا چرا تاز؟ بعد میتونی میخواستم یه کم حس خودم رو میتونی بهم بگی چه حسی داره وقتی آدم کون میده؟ نمیدونم اون موقع آدم مثلا تو چیز خودش نیست، وقتی آدم یه چی میره واردش همین چیز از خود بی خود میشه. چجوری بهت بگم؟ به اورگاسم میرسه دیگه آدم، مثل همون کس دیگه. آره کس هم میکنه، مثل کس. آره بعد چجوری آبت میاد؟ من وقتی خب موقعی که این کار رو انجام میدم اونم با دستش بازی میکرد، بازی میکرد برام، منم آبم میومد. نه نه منظورم اینه که خودت دوست داری بزنی یا دوست داری که برای جفت بزنه؟ من اولا دوست نداشتم دست میزد به اونجا، بعد کم کم یه بار که این کارو کرد خوشم اومد، بعد دیگه اون کارا میکرد میزد. نه من الان 16 سال کون میدم، هیچ وقت این 16 سال دوست نداشتم، دوست دارم خودم برای خودم جفت بزنم، یکی دیگه به این جفت میزنه اون حسو ندارم. آره منم بلا اینجوری بودم، آف میشدم، دوست نداشتم کسی به اونجام دست بزنه. بعد کم کم با اینکه وارد رابطه شدم دیگه صمیمی‌تر شدم، دیگه آزاد شدم، یه دستش رو دیگه نگرفتم، گفتم بکنیم، بعد دیدم خیلی حال داد. برای خود تا حالا هیچ وقت نکرد؟ چرا انجام دادم اول، ولی دیگه کم کم با این بودم گذاشتم اون کارو بکنم. خودت چجوری با کیه 10 سانتی کون میکردی؟ مثلا نکردم تاله. میگم الان تو گفتم تو تاله اصلا تاله تو عمرت کون نکردی؟ نه اصلا اصلا اصلا. یعنی از اندام به تو از اون ترنس هایی که ترنس به دنیا اومدی یا ترنس شدی؟ ترنس به دنیا اومدم، از بچه که دامن میپوشیدم یه کارای دخترونه که مشخص بود دیگه. مشخص بود. خب خدا رو شکر. خب بگو هاشم، تو بگو الان چی بگم عشقم؟ من الان ببخشید یه لحظه رفتم یکی از دوستام در زد، رفتم در رو باز کردم، مهمون دارم. بله بفرمایید لیدا. اوکی بفرم، حرف بزنید. خب نه گفتم اگه سوالی دارید بپرسید، اگه نه که من حرف بزنم. چی بگم؟ بفرمایید لیدا. خب آره انتو شما بگو. اوکی از کدوم تو سو میپرسم؟ آریان جور خودت الان در چه موقعیتی؟ الان چی جوری؟ ریلی سینگلی چی جوری تو؟ نه من که میدونی کسایی که مثلا بیزنس میکنن کارشون کون دادنه نمیتونه ریل بزنه، چون من نمیتونم وابسته بشم، چون من باید، من الان کون میدم که نون شب تو سفرم باشه، من کون میدم که ببخشی بتونم کرای خونم رو بدم، من کون میدم که بتونم
به خودم برسم. من شغلم کندادنه، من نمیتونم مثل بقیه کار کنم، هنری ندارم که برم نمیدونم تو رستوران کار کنم یا تو نمیدونم یه کارای بانکی جایی. من هنرم دادن، یه کون خوب به خدا بهم هدیه داده، کون میدم. بعد آریان جو فکر میکنی حالا حالاها یعنی عاشق نشی یا اینکه بخوای با یه نفر بری تو رابطه؟ بشخم تو دیگه، تو که دیگه خوبه ماشاءالله، تو که دیگه خودت بزرگی، میدونی این حرفا چیه میزنی؟ کی میتونه وقتی شکم گشنه باشه کی عاشق میشه دیداج؟ خب وقتی خرجتو بده دیگه عاشق میشی، طرفم وضعیتش خوبه، موقعیتش خوبه، میگه خرجتم میدم، بازم نمیری اگه... تو رابطه؟ نه چون خب خیلی 16 ساله دارم تو این هنر فعالیت میکنم، دیگه تو خونم رفته، چون تنها بودم دیگه نمیتونم یکی رو کنارم تحمل کنم. حتی بهت گفتم ترکیه که رفته بودم توی عمل بینیم دوستام یک ساعت میشستم میگفتم برید بچه ها، من نمیتونم اینجا کسی رو کنار خودم تحمل کنم، فکر میکردم همه مشتری هم. آها فکر میکنی یه روزی اگه بخوای مثلا با یه نفر اوکی بشی و اینها، بعد مشخصاتش چیه؟ تایپت چجوریه؟ بعد چجور مشخصاتی داشته باشه؟ من اگه بخوام یه روز اوکی بشم یه کسی بگه دیگه کون نده، من پول کل زندگیتو میدم، هزینهاتو میدم، اولا باید ضمانت بده، حداقل 5 سالشو اول بده. اوکی اول بعد 5 سال اون چیزی که مثلا گفته رو اول بده. یک. دو اینه که باید خونه جدا داشته باشه، فقط با هم باشیم شب، هر کی بره خونه خودش، یعنی صبح بریم بیرون شاپینگ خرید رستوران غذا بخوریم همه کار بکنیم، شبم منو بکنه ولی هر کی بره خونه خودش، چون من نمیتونم توی خونه ای که خودم هستم کسی دیگه کنارم باشه، حتی دوستام هم نمیتونم تحمل کنم یه مردو که اصلا. اوکی اوکی بعد بگو از قد و وزن و سنش بگو. از سنش چون من دو طرفه هستم، هم میکنم هم میدم، 100% مرده باید 30 به بالا باشه، 30 خوب، یعنی مثلا 30 تا 40 ولی خوب تامی. بعد قدش قد بلند باشه، چون من چون گفتم دو طرف هستم کون کوتاه رو نمیتونم بکنم. مثلا ازم سوال کرده بودن ابی تایپت هست، ابی اگه بخواد منو بکنه میتونم تحملش کنم، ولی اگه من بخوام بکنمش نه، چون من کونی رو میکنم که خیلی سرشونه داشته باشه، قدش 1.92 متر باشه، من اینجوری هم نمیتونم مثلا کونه کوتا رو یه مردی که 1.70 1.60 باشه من نمیتونم بکنم. بعد ابی که چیز خوبیه که ابی میتونم تحملش کنم که من بکنه، ولی اینکه من بکنمش نه نمیتونم، پس نمیتونم. آره و باید اون آقایی که تو زندگیم 1.80 1.90 قد بلند هیکلی باشه و نچرال باشه، نه از این مردایی که با شات میزنن تو کونشون یا پودر میخورن گنده میشه، نه من اینا رو نمیتونم تحمل کنم. یعنی میخوام بگم که ابی یعنی نچرال نیست، خودش رو دستکاری کرده، عمل زیبایی کرده. ابی آره بینی ایش عمل کرده، ابی پودر میخوره، شات میزنه تو کونش. خب من این مردا رو نمیپسندم چون اینا ذاتشون لاغره. حالا یک دو روز داری یه جوری حرف میزنه بگو خب که انگار یک سال یا 6 سال با من زندگی کرده این هر مرده، یکی علاز قد، یکی علاز استایل، یکی علاز این. چرا از جانب خودت زر میزنی تو هر مرده؟ چرا؟ آریان اشتباه نمی‌کنه. چرا واقعا؟ چرا؟ سامی جان شما بگو بهش. آریان اشتباه نمی‌کنه. آریان هر چی که میگه راست راسته. آره ار با احمد راست راست. آره. من 8 سال پیش فهمیدم چی کارم. بابا میگم اسم چیه تو؟ من سامی هستم. هرمله سامی جان دوست داری یه لحظه بلاکی داری؟ یه لحظه آقا ایدیتوتون احواز بلاکی داری؟ خانم خریستان نمیشه دخترم یه بلاکی، دخترم تنها دنبال دخترم. خریستا عزیز اولا که مردی برو گم تو خجالت بگیش عکس ناموس مردم رو نذار تو پروفایل، شاید اون دختر شوهر داشته باشه، شاید اون دختر مادر باشه. آقایون عزیز خواهش میکنم، نامو زن مقدسه، زن خواهره، زن مادره، نکنید.
عکس یک دختر بیچاره رو شاید نامزاد داشته باشه، شاید مادر باشه، نذارید تو پروفایلاتون بگید دنبال ببینم بعد زندگیش به هم بخوره. نکنید. بس بس کافیه. ما همه ناموس شیعه هستیم، ما همه فاطمه زهرایی هستیم. خوبه سابی جان چی خوبه؟ چون تو خودت ناموس مردم طولت میکشی سکس چت میکنی خوبه؟ چرا چون تو خود دختر بازی دختره مردم چی توی دایرکت سکس چت میکنی خوبه؟ حرفای منو تایید نمیکنی؟ همین خوبه. اوکی بس کافیه. اوکی آره خواهرم آره سابی جان چرا تو مردی خودت هم پیج فیک داری میری دو بعد مردا رو سر کیسه خالی میکنی چون منو تایید نمیکنی؟ من پیج فیک ندارم. چرا از جانب خودت هی نشستیم بالا باز میخوری از جانب یکی مثل من؟ چرا بانو سامی که من دارم حرف میزنم میگه خفه شو؟ بانو سامی وقتی که من دارم در مورد ناموس صحبت میکنم که ما ولایتمون عشقمون غیرتمون ناموسه، چرا به من میگه خفه شو؟ چرا مارمولکه پشت کانتور بس میخوام یه چهار کلام از این سامی بپرسیم. سامی جون داده بلش کن. چرا میگم چرا من یه زن تو لایبم نه؟ چرا امروز بانو لیدا آریان عارفی شده یک سمبول، یک اسطوره بین مردم؟ چرا؟ چون ناموس مایه نمیذاره. وای. چرا از ناموس مایه نمیذاره؟ دختر تو لایبش نمیاره بالا، اون ناموس فردا میخواد ازدواج کنه، میخواد مادر بشه، این لایوا سیف میشه، تو مجازی میمونه، فردا زندگیشو زیر خطر میبره. وانو بله. بابا گو نخور. اگر این دخترا خواهرمو بابا میگم بشین سر جات با اون قیافت انگار کپر شیطانی. چی میگی تو ای مونگور؟ سامی تو رو کجای دلم بذارم حضرت عباس؟ انگار از غار فرار کردی. چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ بله همینه. این پسری هم هست که با تو لم حس بگیره؟ با تو دوست بشه؟ پسر نیست. راه میرم همینجور پشت سرم راه میام. کجای کاری؟ Thinking, believing. ای خدا انگار از غار فرار کردی اومدی یه جای پناه آوردی اومدی تو لایو. میگم واقعا پسر میاد سمت تو. وانو لیدا من یه پسریم کون میدم سرم بالاست تو خیابونا. تو استانبول که راه میرفتم مردم بودن برام عکس و سوت و عکس میگرفتن و بهم تبریک میگفتن. چرا؟ چون از ناموس حمایت کردم، چون ناموس رو نیاوردم تو لایوم. خودم گفتم کنم. راجع به این قضیه راجع به این مسئله تو لایو خودم آره باز میگم. مردهای خاورمیانه، مردهای با غیور ایران چیه؟ ناموسشونه. ناموسشونه تو لایوم نیوردم که روگون داشتم، فقط ترنس کونی خودم همین. چون ما این با خودمون روشن. این بس این حرف تو لایو خودم مطرح میکنم، توجیهشو میکنم. آره هم خودت هم بچهای عزیزو بذار یکم با سامی جون صحبت بکنیم. آره سامی جون من به لایو تو کاری ندارم، من دارم با لیدا و سامی گفتم، به تو کاری ندارم. سامی جذاب خیلی جذابی. سامی خیلی جذابی. میدونم تا حالا پسری مثل من با تو دوست شده؟ انقدر از تو خوشگلتر. دماغ تو بزرگه. چی کار دماغ هم داری؟ دماغ خیلی خوب و بزرگ باشه، مگه بده؟ یه بارو میتونم تو را بپذیرم. تأثیر داره واسه اون قضیه. تأثیر داره دماغ بزرگ. یک بار میتونی تعاملم کنی؟ آره. یک بار بیشتر تحمل هم نکن باشه؟ چون یک بار تحمل بکنی مرد مثل منو دیگه اسم مرد نمیاری. نه آره یک بار، فقط یک بار.
تجربه بکنه. اگر مردی مثل من اومد با تو میشد به مردی مثل تو حس ندارم. آفرین، حالا شد چقدر خوب شدی الان؟ الان شدی بچه خوب. آریان یه حرفی میزد، مردایی مثل تو از اونجوری حس دارن. آفرین آفرین، ما کاری میکنیم که کسی حسی نداشته باشه. آفرین. نه خب من کاری اونجوری بهت دارم. آریان دوست چجوری؟ آریان دوست داره بعضی از مردایی بکنی یا بکنه که پشمالو باید. بابا این ملخ پنیری این همت بکنه خب یه جا پن کنه برای اون کسی که بیاد بخواب روش کی میدید؟ یعنی آره. فکر کردی این میتونه این کار بکنه؟ آره آره؟ آدم به خوش زبون میگه زبون آره. میگه زبون میگه اگر همت بکنی یکی مثل خودش که یکی مثل خودش که این کار است بتونی این کار بکنه. آره. یکی که حس داشته باشه هم بده هم بزنه. آره متقابل باشه. شاتاب یه دقیقه. خیلی از مردای خوشگل جذاب حاضرن به آریان بدن، به خدا حاضرن بدن بهشون همون استریتا. آفرین نمیدونستم، خوبه که گفتی به. آفرین. داداش داری؟ ببین آریان، ببین بعضی مردا دوست دارن موقع کردن یه وسیله بازی هم داشته باشن، چه بهتر که اون وسیله بزرگتر باشه. نخواهد؟ میگم برادر داری؟ برادر داری سامی جون؟ بله برادر دارم، ازدواج کردن رفتن. دیگه برادر مشرعت نداری؟ نه دیگه خوشبختانه. یکی از فک فامیلات برای این آریان پیدا کن که فامیل نشه. آره. آریان حیف و میل نمیشه، آریان اینجا باشه رو هوا میبرنش. داره اونجا خودش حیف و میل میکنه، هر شب با یکیه چه فایده داره؟ خب آدم خوشگل باید بده الکی رو دست بمونه برای چی؟ اینجوری حیف و میل چقدر میدی؟ تو چقدر میدی؟ منم خیلی میدم عزیزم، چرا ندم؟ زنده هست باید بده. مریض نمیشی؟ به فکر نیستی که یه روز مریض میشی؟ آدم کاندوم میزنه، جاهای پیشگیری داره. آفرین. بکنم باریکلا. بکنم این خودش عیب داره که هر کی میگه مریض نمیشی. تو گو نخور. تو گو نخور. موارد پزشکی و بهداشتی رعایت میکنه ان شاء الله. بله، باید رعایت کنی. آفرین. آفرین. باریکلا. شما زیگیل دارن. آفه همچی مردای مثل من امتحان نکنی یا؟ آفرین ما مریضی داریم. هیچ موقعی کار آفرین هیچ موقعی کار نکنی. آره آفرین. به خدا به مردای مثل تو ندارم، باور کن. خدا رو شد چه بهتر بهتر که حس نداری. حالا تو از مجموعه LGBT ها تو عدد خوب. دویی. ما موارد داریم 10 از 10 رده، از 1 تا 10 داریم، تو موارد دوشی. تو از اون موارد های 2 هستی، گزینه 2 هستی. تو جنگلی اوی بچه ها سریع فالو کن لایو بعدی لایو من ها، اگر پیج من نداری سریع فالو کن لایوش رو به اتمام. گوش کن سامی جون، گوش کن سامی جان، سامی جان رخ زیبا انگار از جنگل آمازون فرار کردی با اون نته. اوی اوی فایشه وایسه رفت. خب سامی الان برمیگرده. ها میگفتی بانو لیدا آیا انجو چرا نصف صورت دیده نیست عزیزم؟ میگم اینا رو با چی میگیری؟ با خانم میریم لایو ای بی جان بیم اونجا میبینم دیگه بچه ها. پنیری اینا رو با چی میگیری؟ اینا رفقای قدیمی من اسمم. بچه بریم لایو ای بی تموم شد، بعد لایو ای بی حالا بگو میگم چه خبره. بعد لایو ای بی میریم میخوام.
آره 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 یه این بره.